بذار که بریم جلوتر. وقتی که فعالیت تو با سازمان مجاهدین در واقع همونطور که الان گفتی، میخوام کمی برامون توضیح بدی که برای این انتخاب چالشات چی بوده، تلاطمات چی بوده، با وجودی که هیچ آشنایی قبلی نداشتی و این رو در یک مسیر در واقع در یک مسیری که با آشنایی با سیاست این مسیر رو انتخاب کردی، بعد چالش ها برای چطور بود؟ من همون موقع هم اکتفا نکردم به این صحبت هایی که میکردم با اون نفری که پشت خط بود، یعنی در کنار شروع کردم به مطالعه کردن، یعنی شروع کردم به یه مطالعه که هم بیشترین هم آثار خود سازمان رو شروع کردم به خوندن و همچنین آثاری که آثار که نیست، یعنی اون شیطان سازی هایی که خود رژیم و کتاب هایی که خود رژیم در آورده بود، یعنی کتاب هایی که علیه سازمان مجاهدین نوشته شده بود، یعنی مدعی هم که مثلا کتابی نیست که تا سال مثلا اون موقع ها، یعنی مثلا حتی تا به امروزش هم میتونم بگم، ولی مخصوصا الان که با کار مسئولیت مثلا خیلی چیز نیست که مثلا بجینه بتونم بخونم، ولی تیتروار اینا همیشه دنبال میکنم که رژیم در چه نکته تو جنگ سیاسی ما هست. ولی من تا حتی اگر تو مکتب کتابی نیست که در اومده باشه و من نخونده باشم علیه سازمان، علیه سازمان و حاشیه نویسی مثلا کتاب ها و یا پرینت هایی گرفته باشم تو کتابخونم باشه و حاشیه نویسی نکرده باشم. همه اینا رو داشتی؟ نمیدونم همه شو، ولی بگم که واقعا همه رو دیگه مثلا همه رو میخوندم. مثلا یه خاطری بگم شاید یکم خنده دار باشه، یک با من کتابخونه داشتم، مثلا کتابای متعددی شخصی خودم بود، بعد یه یه طبقه و نیمش مثلا متعلق بود کتابایی بود که مجاهدین روش نوشته شده بود. یه بار بابام اومد تو اتاقم گفت که داداش با ترکی آخه فردا بیان تو این خونه اینا رو ببینن دیگه، تا هفت جد آبادمون باید بریم زیر تیغ. گفتم بابا اینا همش علیه سازمانه، اینا مثلا یکیش هم به نفع سازمان نیست. گفت دیگه بدتر. میگم ما این همه را در آوردیم که ملت نرن سمت مجاهدین، میگم تهفت اینا رو خونده رفته سمت مجاهدین. و این یک فضایی بود که یعنی همیشه یعنی بروز بودم، من میخوندم و یکی از دلایلش هم این بود که نه اینکه پیرامونم فعالین سیاسی اینا بودم، بخشی از اینا به لحاظ رفیقام بودن، نزدیک بودن و به چالش میکشیدن و اینا، من مجبور میشدم که بخونم و بتونم پاسخشون رو بدم. و این یکی از دلایلی شده بود که همیشه یعنی تو یک خلای هوادار سازمان نشدم. یعنی با تمام، یعنی اینطور بگیم که تو این مسیر رو با همه اون حجمی از تبلیغات سو و شیطان سازی هایی که یک طرفه رژیم انجام میداد، تو با همه اینها، با اشراف به همه اینها، با خوندن همه اینها، ولی دقیقا خلافش رو انتخاب کردیم. بذار اتفاقا به همین خلافش برسیم. چه چیزی تو رو جذب میکرد با همه براخره، چون هدف از شیطان سازی اینه که تو رو منع کنه از اینکه به اون نزدیک بشی، درست؟ چرا اون شیطان سازی عمل نمیکرد ولی با این حال تو جذبش میشدی؟ اون چی بود؟ اون کشش از کجا میامد؟ اونی که یک نیروی انقلابی رو جذب میکنه، مثلا تو، یعنی تو تعیین تکلیف کردی خودت رو که این من یک سرنگونی طلب هستم، نه به هویت مجاهدین ها، اصلا با کاری به سازمان مجاهدین کار ندارم. یعنی کسی که بشینه با خودش بگه که آقا از این به بعد من دارم تصمیم میگیرم که به مبارزه با این رژیم بپردازم، درست؟ جدی. یعنی قانونمند آرام آرام در پروسه پراتیک و عملی خودش به سازمان مجاهدین میرسه. چرا؟ اینطوری نیست که مثلا همینطوری بره و یا میرسه. چرا به سازمان مجاهدین میرسه؟
چرا به بقیه نمیرسه؟ دلیلش این است که یک صورت مسئله‌ای هست تو تاریخ ایران، تاریخ 45 ساله ایران. یک صورت مسئله، مثلا 10 تا صورت مسئله که نیست. درسته. هر پدیده‌ای دو وجه تضاد داره دیگه. مثلا 50 تا وجه تضاد که وجود نداره. آنچه که همیشه من گفتم سرگفلی مبارزه مسلحانه به لحاظ استراتژیک دست سازمان مجاهدین خلقه، یعنی استراتژی سرنگونی، استراتژی براندازی، هر چی که میخوای اسمشو بذاری، یعنی یک حکومت در ایران بدون دخالت آخوندها و حکومت دیکتاتوری قبلی، هر جوری بخوای اسم این رو بذاری، هر چی بخوای بذاری، تو میگی سرقفلیش دست مجاهدینه. نه اینکه قطعا منظورم این نیست که مثلا به قدرت خواهد رسید. درسته، ولی منظورم این مسیر سرنگونی. درسته، در امر سرنگونی من حرف میزنم و بحث این که کسب قدرت سیاسی در درسته. بعد سرنگونی چی خواهد شد، حالا پارامترهای خودشو داره که در این در این فرصت نمیشه به این بحث کرد. این پدیده بود که تو رو جذب میکرد که این مسیر رو انتخاب کنی، و از اونجایی که یک عامل جدی هم وجود داشت، من اینکه خودت میگی که در مسیر مبارزه و انتخاب این مسیر جدی بودی، درسته، این باعث میشد که تو رو با همه اون شیطان سازی ها، با همه اون عوامل، با همه فتنه های دو خرداد، واقعا چیز کمی نبود. من فقط الان گفتی، من خودم یادم اومد، من یک ذره فقط از تو چند سالی سنم بیشتر هستش، من یادم دقیقاً روزه یادم نیست، شاید چند روز، چند یعنی کمتر از یه هفته، در رابطه با همین دو خرداد بعدش بود که من در خیابون، یادم نیست الان کدوم شهر بود، در آلمان همین فعالیت میکردین در رابطه با شرایط ایران و اینا، توضیح میدادین تو خیابون و اینا، که قشنگ یادم از که یک شهروند آلمانی گفت شما چرا دیگه اینجا هستید، برید کشورتون، همه چی خوب شده، یک رئیس جمهور جدید اومده، بسیار رفرم خواه هستش، رفرم طلب هستش، شما از پس هم میگفت که تو چرا اینجا هستی دیگه، برگرد برو. که من خیلی شوک شده بودم، اصلا نمیفهمیدم مگه چه اتفاقی افتاده، چون در سازمان مجاهدین بودن یا همراه با سازمان مجاهدین بودن یا حتی خط و خطوط و سیاست های سازمان مجاهدین رو دنبال کردن، این نفیو داشت که هیچ وقت تو تله رژیم نمیافتی، و برای من خیلی شوکه آور بود. گفتم مگه چه فرقی کرد، مثلا امروز با دیروز و پس پیروز چه فرقی میکنه، این همه رژیم انتخابات داشته. داشتی برامون توضیح میدادی. آره، میخواستم اینو بگم که این چیز منظورم بیشتر از در رابطه با استراتژی سرنگونی هست، که یعنی استراتژی چیزی نیست که ما از خودمون در آورده باشیم، استراتژی امریه که از ماهیت رژیم سیاسی استخراج میشه، یعنی یه علم تشخیص تضاد اصلی و چگونگی یه برخورد و تنظیم رابطه با اون، شیوه تنظیم رابطه با اون یک علمه. دقیقاً اینطوری نیست که از خودمون مثلا درآورده باشیم. به همین دلیل منی که اینو جدی تو این امر جدی باشم، تو مجبوری که تو یک کوله پشتی که داری ببینی که من میخوام برم به کوه دماوند، یه کوله پشتی انداختم، نمیشه با دمپایی میشه رفت کوه دماوند، یا با این کت شلواری که ما این نمیشه این راهو رفت، تو باید همه لوازم مربوط به چنان کوهی رو داشته باشی. درسته. وقتی که الان ما میخوایم سرنگون کنیم، به چی احتیاج داریم؟ تو اون کوله پشتی میخوایم بریم گله سرنگونی، باید تشکیلات داشته باشی یا نداشته باشی، باید یک استراتژی مشخص داشته باشی یا نداشته با اعتصاب و نمیدونم نافرمانی مدنی، نه اینکه بد باشن ها، همشون باید تو ذیل چتر یک استراتژی درست تعریف شده باشن. آیا یک رهبری زی صلاح میخواد، نمیدونم یک مبارز نگاه علمی به مبارزه میخواد یا نه؟ فقدان هر یک از اینها تو رو تو راه مسیر یا بیراهه میکنه یا دقیقاً تلف میشه، اسیر گرگو این چیزا. درسته، متاسفانه تو این سالی هم در همین مسیر مبارزه سیاسی با رژیم بسیاری افراد رو دیدیم که به نوعی تلف شدن، یا در دقیقاً فریب این رژیم رو در کفاره عدول از اصول رو دادن، کفارش اینه دیگه نابودی. بذار کمی، چون هم داریم بحثای کمی استراتژیک و سیاسی میکنیم، از اون طرف هم جریان
سرگذشت تو رو پی میگیریم. وقتی که این مسیر رو انتخاب کردی، وارد دانشگاه شدی، کمی برام بگو اونجا اوضاع چجوری بود و اونجا اتفاقی برافتاد. دقیقا یعنی مسیری که سازمان مجاهدین رو کسی انتخاب میکنه، یکی اینه که ما میخواییم مبارزه رو انتخاب کنیم، تردید، یک تردیدهایی از ترس، خانواده چی میشه، مثلا موقعیت تحصیلیم چی میشه، آیندم چی میشه، هزار تا موضوع میاد تو ذهن، یه مبارزه میخوایی انتخاب. وقتی وارد میخوایی که سازمان مجاهدین رو انتخاب کنی، یک شیطان سازی، چتری از شیطان سازی که خودش هم سازمان یافته تحصیل رژیم منظورت؟ نه، فقط رژیم موتورشه، ولی استعمار هم هست. این همه رسانه های رنگارنگ رو میبینین که مثلا همه رو به صف کرده. همه اینا، باید از همه اینا عبور کنی، همه اینا رو عبور کنی و یک به الان آدم کانونای شورش رو میبینه که مثلا گفتم که اسم رجبی رو آروم میآوردن، الان تو مثلا میبینی و یه پول انداخت اونجا میندازن، چیز بنرهایی که پول میندازن، پول میندازن. یه چیزی هست تصویر نگاری که دیوارای این هفته نزدیک به 30 تا من دیدم، مثلا همه جا تو خیلی از شهرها بود. درست. این همه شعاری، این تو اینا که از لابلای اینا به طور چیز سلسله وار الان داره در میاد، اصلا این همه کانون شورشی تو زندان اسامی، همه اینها، از همه این چالش ها، از همه این فراز و فرود ها، از همه این تلاطم ها عبور میکنن، میره تو چیز. میخوام اینو بگم که ما چیزه سختیش بوده، ولی اون قانونمندی که هست، پافشاری بر اصول، بایستی روی اصول خودت. در دانشگاه که رفتی با چه چالش های مواجه بودی اونجا در دوران دانشجویی؟ اون موقع هوادار سازمان مجاهدین بودی، درسته؟ بله، اون موقع هوادار سازمان مجاهدین بودم. بعد تقریبا اینم مثلا مصادف شد با تقریبا بعد از یک سال دیگه مصادف شد با قیام 88. ما اونجا یه جمعی بودیم دیگه، مثلا یه جمعی بودیم که تفکراتمون نزدیک به هم بودن و با هم فعالیت میکردیم و اینا. هیچ یادم نمیره تو دانشگاه تبریز این میرحسین موسوی اومده بود، این ژیمنازیوم ورزشگاه کوچیکی داره اونجا. بعد ما اونجا رفتیم و یعنی فضا گرفته بود دیگه، مثلا فضای دانشجویی، مثلا فکر میکردم مثلا سید سبز گستر اومد دیگه، گفت بیا من این شال سبز رو میدم، این شال سبز هم از دانشجو گرفت و دقیقا دیگه این دیگه جورجتاون دیگه اون موقع بود. آره، ولی خب این جورجتاون در برابر اون فتنه هایی که رژیم هوا میکرد اینا چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. آره، ولی خب یادم الان موضوعاتشو میگی، هنوز قشنگ اون روزها در ذهنم تداعی میشه. ما تو اونجا، تو فکر کن این همه جمعیت سبز و موسوی اینجا، یک تو دانشگاه تبریز که اومده. آره، 50-60 نفر هست، فیلمش هست، اگه عکسش هست، فیلمش هست، هست اینو چیز بزنی حالا شاید باشه، من خیلی چیز ندارم، ولی بعد از مصاحبه میریم ببینم، شاید باشه. پیدا کردم بفرستم. اونجا یه جمعیت 50-60 نفره، یک اقلیت منزوی باشکوه، ولی اونجا شروع کردن مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، قتل عام 67. اونجا اولین بار بود که این مسئله قتل عام 67 داشت مطرح شد، درسته؟ قبلش تو دانشگاه زنجان هم یک اته مثلا اینطوری اومدم به دانشگاه امیرکبیر هم این اتفاق افتاد. یکی از دانشگاه اصلی که این به طور زیاد مثلا 50-60 نفر تو اونجا بلندشن چیز بکنن، اونجا ما بودیم که این کار انجام، خیلی بازتاب گسترده ای هم داشت که مثلا چیز کردم. یه سوال ازت بکنم، با همه این در واقع شیطان سازی، اهرمن سازی که رژیم از مجاهدین کرده، با همه اینها تو یک نمونه هستی، حتما
هزاران هزار نمونه دیگه هستن که این اهرمنسازی برایشون کارساز نشد، اتفاقا برعکس درسته باعث شد که به سمت سازمان مجاهدین بیان و سازمان مجاهدین رو انتخاب کنن برای مبارزه علیه این رژیم. فرض کنیم که یک فرصت داری به وزیر اطلاعات رژیم که نفر پیشبرد همین اهرمنسازی و شیطانسازی علیه مجاهدین باشه یه رهنمودی بدی. مثلا رهنمود منظورم اینه که خطاب به اون حرفی بزنی، نه اینکه بخوای رهنمود واقعا کمک کنندهی بهش بدی. نه رهنمود میدم نه پیام میدم، ولی یه حرفی که اگه بخوام بگم اون یه من حالا این یه تبدیل شده به یک حالت خطابی چیری که یه شعری هست که مال رضا براهنی حالا سروده شده، ولی اصلیش من تو یک چریک ترک انقلابی دختر دانشجو تو دوران کودتا دستگیر میشه و اینو زیر شکنجه داشتن شرح شرح میکردن و شلاق میخورد، بعد این به اون بازجو، اون بازجوی فاشیست برمیگرده میگه که محکمتر بزنید آقا، ما شما را محکمتر از اینها زده ایم. حرف من به وقتی به حرف من به تمامیه جناح ضد انقلاب، جبهه ضد انقلاب، فقط به وزیر اطلاعات که سازمانگر این کارگردان ایناست، از تهران تا لندن تا پاریس تا هر کجایی که اینا صف کشیدن، من حرفم اینه که محکمتر بزنید، ما شما رو محکمتر از اینها زدیم. 45 سال ایستادگی بر از قتل عام عبور کردن، 120 هزار شهید، این همه توطئه اشرف و و و الان تا امروز این تا این نکته رسیدیم. میخوام بگم که واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنی من خودم رو مستحق میدونم که اینا باید بزنن، چرا نزنن؟ و هر بار که اگر نزنن به خودم شک میکنم. درسته. این درسته. حرف من به ایناست قطعا که اگر که نزنن باید شک کرد که کجای مسیر رو اشتباه رفتیم که دیگه دشمنامون به ما نمیزنن و ما رو در واقع شایسته این نمیدونن که نزن. بسیار خوب، یه سوال دیگه ازت بکنم. با همه وجود، با همه این اتفاقاتی که افتاده، قطعا از حادثه ها، از فتنه های سیاسی، از چالش های سیاسی زیادی عبور کردی، خب ناآشنا نیستی با مسیر مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم آخوندی. در رابطه با آینده چطور فکر میکنی؟ آینده پیش رو هم از بابت چالش هایی که در پیش رو میتونه باشه، هم در رابطه با فرصت هایی که میتونه از بابت آزادی، از بابت به دست آوردن در واقع فرصت برای مردم ایران، نگاهت با آینده در مجموع چطور هستش؟ ما اگر بخوام به این آینده نگاه رو به آینده داشته باشیم، اولا اینو بگیم که ما یک سازمانی هستیم که محصول یک پروسه مبارزاتی تاریخ ایرانیم. ببینید 12 اردیبهشت 1275 نمیدونم چند 1275 نمیدونم چند سال میشه، ولی میخوام یه تو شبدالعظیم شهر ری یه گلوله ای شلیک میشه به سمت ناصرالدین شاه. این گلوله سرآغاز بیداری ایرانیان میشه. میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو میزنه. 10 سال بعد مشروطه تو ایران اتفاق میفته، 14 مرداد 1285. یعنی اولین بار سلطنت مطلقه تو ایران وارد مجبور میشه تم بده به مشروطه. برست. 2 سال بعدش مجلس توپ باران میشه و ستارخان و اینا تو تبریز چیز میشن، قیام میکنه شهر. بله. بعدش این قیام توسط میوه‌چین ها و اینا نهایتا سرکوب میشه و دستاورداش همش به باد میره، دوباره دیکتاتوری، دوباره سلطنت. تا اینکه 1297 میرزا کوچک خان پا به عرصه میذاره، شکست میخوره.
1299 کلونل پسیان تو خراسان، شیخ محمد خیابانی تو تبریز، بعدش شروع میشه جنبش های آزادی خواهانه، بعد میرسیم به مصدق، نهضت ملی ایرانیان به رهبری مصدق بازم سرکوب میشه. این توسط یک مثلثی داره شکل این ضربات به پیکر جامعه ایران به جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران زده میشه. مثلث استبداد یعنی همون دربار و نهاد سلطنت و پادشاهی، دومین ضلعش نهاد ارتجاست، سومیش هم استعمار. میدونی یعنی با یه مثلثی به نام استبداد، استعمار، ارتجا طرف هستیم. بعد اینو میاد انقلاب 57، ببین از اونجا شروع شده تا میاد 57، بازم انقلاب ما رو دستاورداش رو یغما میبرن، خمینی به سرگت میبره، بازم دست استعمار در کاره و ارتجا به قدرت. بعد شروع میشه این همه چیز و تا به امروز. ولی این دفعه یک میگی به آینده، رو به آینده چه حرفی دارم؟ درست این مثلث سر جاشه، ولی این برم نسبت به همون پیچیده تر شده. اینطوری نیست که مثلا ما ساده موندیم. اینا تشکیلات آهنین، آلترناتیو انقلابی، رهبری سازش ناپذیر و از همه مهمتر اینه که انقلابیون حرفه‌ای الان ساخته شدن. مثلا میگم آخرین دستاورده در جنبندی انقلابیون اواخر قرن 19 یا اوایل قرن 20 از اینکه چرا انقلاب های مثلا اروپا رو در نبرد 1848 یا کمون پاریس شکست خورد، این بود که آقا اینا حزب نداشتن، فقدان حزب، فقدان رهبری زیرساخت، فقدان استراتژی، فقدان اینکه نگاه علمی به مبارزه داشته باشن و یک ایدولوژی انقلاب. 5 تا همینو حنیف نژاد اومد، دقیقاً همین رو اومد در رابطه با تأسیس سازمان مجاهدین که چرا به تأسیس میکنیم، چون اینا رو فقدان اینها، کمبودها و حفره های تاریخ ایران رو هم دقیقاً این همونا بود زد. بعد اگر ما الان اینا رو داریم، همه اینا رو داریم، تشکیلات همین هایی که جز دشمن رو هم در میاره، همین اینا، با وجود اینا ما اگر به این اصول بچسبیم، زیر ضربات، تحقیرها، شیطان سازی ها کوتاه نیاییم، مستحکم بر پافشاری کنیم رو به این اصولمون، آینده تضمین شده است. در حال رسول عزیز، خیلی خیلی خوشحال شدم از این فرصتی که دست اومد تونستیم صحبت کنیم. در همه عرصه ها برات آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که در برابر همه در واقع آزمایش ها یا چالش هایی که در ادامه این مسیر بر سر راه هست باز هم موفق باشی و بر همه اونها فائق بیای، همونطور که تا اینجای این مسیر رو با سربلندی طی کردی. در حال ممنونم، خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستیم این گفتگو رو داشته باشیم و بسیارم آموختم. منم خیلی تشکر میکنم که منو لایق این برنامه خودتون دونستیم و خیلی خوشحالم که تونستم از طریق برنامه شما حداقل با کانونای شورشی هم که تو ایران هستند رو در رو بشم. امیدوارم که این تجارب به درد اونام بخوره.